آقای دکتر سلام، سلامت باشید. سلامت باشید، متشکر از این جلسه‌ای که تشکیل دادید. همینجا عرض سلام و ادب خودم رو خدمت بینندگان عزیز اعلام میکنم، در خدمت شما هستم. بزرگوارید، خیلی ممنون. آقای دکتر، 24 خرداد تقریبا کجا متوجه شدید که مثلا دیگه رأیتون افت کرده، یا یعنی اولین خبری که به شما رسید که قطعیت براتون داشت که دیگه پیروز انتخابات نخواهی بود کجا بود؟ چه حسی بهتون داد؟ چه عکس العملی؟ تقریبا دیگه از ساعت 7-8 بعد از ظهر احساس کردم که یک اتفاقی در حال وقوع است. همون جمعه؟ همون جمعه، بله. مثلا تا قبل از ظهر من یا نفر اول دوم بودم در خیلی از استانهای کشور، ولی دیگه از ساعت 7-8 به بعد فاصله زیادتر شد. دیگه براتون قطعیت بود؟ قطعیت که نمیشه گفت، ولی حس کردم که اتفاقی داره میفته. دیگه طبعا ساعت 12 شب 12 شب 1 شب بود که احساس کردم اون برآوردهای قبلی کاملا تغییر کرده، چون برآوردهای قبلی تا 48 ساعت قبل کاملا متفاوت بود. نظرسنجی ها منو دوم نشون میدادن، ولی رأی پنهان من خیلی زیاد بود. یعنی برآورد خود من این بود که من 6-7 میلیون رأی پنهان داشتیم که تصمیمشون گرفته بودن اما بروز نمیدادن. این آرا از تقریبا از 24 ساعت قبل شروع کرد به انتقال از یه نقطه به نقطه دیگه، مثل عشایر که کوچ میکنن. بله، بزنین 4 میلیون رأی که ما آوردیم، 4 میلیون رأی بوده که صفر رو نظراتشون ایستادن، رو اعتقاداتشون ایستادن. آقای دکتر وزیری، شما 3 دوره تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردید. یک دوره سال 84، خب پیش از آغاز انتخابات نظر افتادید و کنار کشیدید. 2 دوره دیگه هم حضور داشتید تو صحنه جدی و خب اون رأی لازم رو بنوید کسب نکردید. آیا تیمتون، گروهتون که با هم کار میکنید رصد کردن که علت چه هست که حالا هم این دوره هم دوره قبل که چرا رأی نیاوردید و دلایلش رو بازشناسی کردید؟ بله، تقریبا همین کار ما کردیم. البته من اینو عرض بکنم که اگر واقعا مسائل اقتصادی کشور بعد از جنگ حل میشد، ما وارد مسائل انتخابات من نمیشدم. من 2 بار عملا شرکت کردم، چون بار اول که کنار کشیدم. امروز هم نگرانی من همینه، یعنی من همه نگرانی متوجه اقتصاده، چون اقتصاد هم نظام رو از طریق تحریم‌های اقتصادی تهدید میکنه، هم زندگی مردم. و اگر انشالله ما موفق بشیم این گردنه رو عبور کنیم، 2 پیروزی به دست میاریم: زندگی مردم بهبود پیدا میکنه، نظام هم از این خطر خودش رو عبور میده. بنابراین برای من فوق‌العاده مهم بود که مسائل اقتصادی رو تعقیب کنم که آیا حل میشه یا حل نمیشه. در آسیب شناسی هایی که انجام دادیم سال 88 که کاملا روشن بود، چون من 1 ماه بیشتر وقت نداشتم از زمانی که اومدم وارد صحنه شدم. 1 ماه اکثر استان ها اصلا نتونستم برم. سال 88 مسائلی اتفاق افتاد که حالا سر فرصت میتونیم بهش بپردازیم، شاید الان عجله بشه، اما کاملا برای من روشن هست چه اتفاقی افتاد. در حقیقت یک رفتار هیجانی اون 3-4 روز آخر اتفاق افتاد، احساسی شد، یه مقدار فضا احساسی شد، هیجانی شد. و یعنی چیزی که در ذهن مردم شکل گرفته بود این بود که چه کسانی میتونن اقتصاد حل کنن و کارآمدی اداری کشور رو بالا ببرن. این مهمترین شاخص تصمیم گیری مردم بود. منتها شاید بخاطر اینکه آخرین مناظره روز جمعه بود و از اون روز تا رأی گیری 1 هفته وقت بود، عملا ابتکار عمل دیگه از دست صدا و سیما منتقل شد به فضاهای دیگه. تا روز جمعه هیچ رسانه‌ای به اندازه صدا و سیما ابتکار عمل رو به دست نداشت. حتی ماورا می اومدن از مناظراتی که صدا و سیما پخش میکرد، از این میگرفتن پخش میکردن.
مونتا آخرین مناظره فاصله داشت با روز انتخابات. سال انتخابات قبلی مثلا آخرین مناظره دوشنبه بود که من و آقای احمدی نژاد بودیم، فاصله خیلی کمتر بود. این فاصله زیاد باعث شد که یه مسائل اتفاق افتاد که حالا نمیخوایم فعلا باز کنیم، بعدا سر فرصت من اینا رو. شما 92 رو منظورتون؟ 92 بله. فاصله بین آخرین مناظره که تا شب انتخابات 7 روز بود دیگه، این فاصله خیلی فاصله زیادی بود. به هر حال ما راضی به رضای خدا هستیم و هر کمکی بتونیم به منتخب مردم انشالله خواهیم کرد، چون برای ما مهم اینه که فشارهایی که رو گرده مردم هست اینا رو برطرف کنیم و خدای نکرده نظام آسیبی نبینه، و اینم جز با همکاری و رفاقت و برادری که به دست نمیاد. باید همین نیروهامونو بذاریم و جلو بره. یعنی اگر شما معتقده نگه مثلا یه مناظره دیگه هم تو این فاصله بود نتیجه چیز دیگه میشه؟ یعنی اگر ما روز سه‌شنبه و چهارشنبه مناظره چهارم رو برگزار می‌کردیم، من معتقدم نتیجه چیز دیگه‌ای می‌شد. برخی ها معتقدند آقای رضایی تبلیغات انتخاباتی شما یه مقدار با سیاه‌نمایی آمیخته بوده. قبول دارید این چیز رو؟ نه، من قبول ندارم. مثلا سال 88 یه جمله‌ای داشتیم که اقتصاد داره میره به پرتگاه، یا اینکه همین دفعه داشتم صحبتاتون رو می‌خوندم در مورد شعارتون که گفتین سلام بر زندگی، گفتین برای یه طعنه‌ای به صدالت گذشته که خیلی به زندگی مردم توجه نکردن. اینا رو سیاه‌نمایی نمی‌دونید؟ نه، این سیاست‌زدایی است در حقیقت. فرق سیاه‌نمایی با سیاست‌زدایی در اینه که سیاه‌نمایی ممکنه جنبه‌ای از واقعیت رو داشته باشه، اما اولا بزرگ میکنه و بعد هم منجر به یأس و ناامیدی میشه. و سیاست‌زدایی فرقش اینه که واقعیت‌ها رو میگه، راه حل هم میده، امید رو هم مشخص میکنه. من در تمام برنامه‌هایی که دادم، در تمام حرفایی که زدم، فکر میکنم هیچ نظرسنجی نباشه که منو با برنامه ترین نامزد معرفی نکرده باشه. همیشه برنامه دادم، یعنی گفتم اگر این اشکال هست یه راه حلی هم هست که میشه اینو برطرف کرد. بنابراین بیشتر همت من این بوده که سیاست‌زدایی کنیم. این نقطه. مسئله دوم این است که همیشه ما موفقیت‌ها رو میگیم، نواقص هم میگیم. ما معتقدیم در یه بعدی گام‌های بسیار بلندی جمهوری اسلامی برداشته، در بعد سیاسی، دفاعی، امنیتی. الان ایران قدرت اول منطقه و جز 10 قدرت اول دنیاست. اما در سیاست و امنیت که اوج گرفتیم، ولی تو زندگی خیلی فاصله داره. لذا همیشه من از یه عدم توازن صحبت کردم و میکنم. بحث ما اینه که این زندگی رو بکشیم بیاد بالا، یعنی اقتصاد، معیشت، اشتغال، اخلاق، آرامش در خانواده ها، نشاط، شادابی، اینو ما باید بکشونیم بیاریم بالا. این عدم توازن به ما چیکار میکنه؟ آسیب میزنه. خب حالا این یه نگاه واقع بینانه است دیگه. بعضیا این پایین بودن زندگی رو میبینن، میگن جمهوری اسلامی برای ما هیچ کاری نکرده. خب اگه جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرده، پس این قدرت بزرگ چیه؟ بعضی این قدرت بزرگ میبینن میگن اون مهم نیست، بیکاری و گرانی و اینا چیز مهمی نیست، مهم اینه که ما الان در عراق هستیم، در فلسطین هستیم، در سوریه هستیم. خب درسته ما اونجا هستیم، درسته که بعد از چند هزار سال ما به سواحل مدیترانه الان ایران رسیده، ولی این دلیلی برای نمیشه که ما مشکلات زندگی مردم اعتیاد رو نبینیم، فقر رو نبینیم، گرانی رو نبینیم. این دید کاملا با بسیاری از دیدهای دیگه متفاوت بوده. من یه دید سومی رو توی مناظرات و توی تبلیغاتم رو گفتم. همیشه از پیشرفت ها با قدرت و قاطعیت دفاع کردم، ولی دست گذاشتم روی مشکلات مردم و در کنار مشکلات راهکار ارائه کردم. من خوشحال هستم که برای اولین بار ما صدای مردم رو تونستیم واقعا بگیم. مثلا تو فیلم مستند من از خودم هیچی نگفتم دیگه، مشاهدات کف خیابانیمو رفتم توضیح دادم و گفتم که من چی دیدم، چون من 250 تا شهرستان رفتم دیگه، یعنی هیچ کسی به اندازه من شهرستان نرفت. از شهرستان گربی در اردبیل گرفته تا خاش سیستان بلوچستان، تا دیر و کنگان بوشهر، تا سیرجان و کهنوج کرمان، 250 تا شهرستان من رفتم، 1000 تا
سخنرانی و جلسه در حقیقت من داشتم. در تمام این جلسات در این حال که دست رو واقعیات میذاشتم بدون استثنا میگفتم که مطمئن باشی در سالهای آینده ما به فضل پروردگار متعال این مسائل رو پشت سر میذاریم و عبور میکنیم. بنابراین گفتمان من سیاست‌زدایی بوده و بیشتر تاکید بر واقعیات بوده، چون وقتی خودمان به واقعیت اعتراف نمی‌کنیم این باعث میشه که ما راهلی هم دنبالش نباشیم. مناظرات امسال الحمدلله من خودتونم قبول دارید که خیلی هم اخلاقی تر بود، خیلی هم بهتر بود، اخلاقی تر بود، ولی یه نکته‌ای که توش بود فکر میکنم میشد در این حالی که خب نقد میشد وضع موجود، باید هم نقد بشه، گریزی هم نیست، ولی یه نقاط قوتی هم که وجود داشت بیشتر روش تاکید میشد، فکر کنم دایره انصاف بهتر رعایت میشد. قبول دارید؟ من اینو قبول دارم، البته نمیخوام خودم مبرا بدونم از این که کم این کار کردم، ولی خب مثلا من مسکن مهر رو دست گذاشتم، یارانه ها رو، مرحله دوم یارانه ها رو دست گذاشتم روش و که گفتم اینا باید ادامه پیدا کنه، اصلاحاتی باید بکنیم. سهام عدالت رو من دست گذاشتم که این کار خوبی بوده، منتها باید اینو آزاد کنیم. یعنی من سعی میکردم که به نحوی کارهای مثبتی هم که شده بگیم، ولی قبول دارم که باید بیشتر گفته میشه. آقای دکتر، حالا یه اشاره کردیم ولی دوست دارم خیلی کوتاه تحلیل کلی شما رو از انتخابات 92 بدونم. آیا اصلا انتخابات 92 قابل مقایسه هست با انتخابات 88 4 سال پیش؟ اگر هست در چه زوایایی، اگر نیست چرا نیست؟ به نظر من هم دولت مردان ما هم مردم ما یه رشد فوق‌العاده‌ای کردن از 88 تا 92، چون ما در 88 مشارکت خیلی بالایی داشتیم، اینجا هم مشارکت بالا بود. حالا درسته یه فاصله ای داره با 88، ولی از نظر نرم‌های مشارکتی بالا بود. اما حوادثی که بعد از 88 اتفاق افتاد اینجا اتفاق نیفتاد. اولین بار بود که نامزدهای دیگه میرفتن پیش نامزد منتخب، تبریک میگفتن هوادارانشون رو. قبلا اینطوری بود که حد اکثر یه اطلاعیه میدادن. من خودم اولین کسی بودم که رفتم به آقای دکتر روحانی طریقت تبریک گفتم. خب این خیلی گام بلندی بود. من خوشحالم که اخلاق داره در سیاست تقویت میشه. بعد پیام اصلی 92 فکر میکنید همین اخلاق بود؟ مهمترین پیام انتخابات 92 این بود که مردم سالاری دینی در ایران زنده است، نمرده. این با قوت جریان داره. بعد از 30 چند سال مردم سالاری دینی با قدرت در ایران ادامه داره و این فوق العاده برای ما مهم بود. حالا ما سوالمون هم متفاوته، ولی خب میپرسیم هرون، چون اصلا ریسم برنامه‌مون یه وقته برنامه برای جوان هاست دیگه. بعد از انتخابات معمولا این سری پیامک های رد و بدل میشه تو فضاهای تلفنی و خلاصه با شوخی و خنده و اینها هم همراه هست. به شما هم چیزی رسیده تو این زمینه در مورد خودتون هم بوده باشه؟ قاعدتا گفته میشه، ولی من هنوز ننشستم نگاه کنم و خوشم هم میاد. بعضی هم که میخونم خوشم میاد که مردم بالاخره یا بعضی وقتا حرفای جدیشون رو با شوخی میگن، بعضی وقتا خوشحالی هاشون رو میگن، بعضی وقتا انتقادات و اعتراضاتی که دارن به صورت در حقیقت شوخی و جوک پیامک میگن. بس اکثر من هستن مثبت یعنی در مورد خودتون بس چیزی تو ذهنتون نیست؟ من ناراحت نمیشم، من چون لطیفه های خوبی است و بعضی هاش هم واقعا با اینکه عامیانه است اما بسیار حکمت درش است. یعنی خود من استفاده کردم حتی تو صحنه انت تبلیغات از یکی دو تا از این پیامک ها که مثلا گفته بودن فلانی بازم اومده کاندید شده، از این احساس کردم که خب اینو ما باید پاسخ بدیم، چون 30 انتخابات در ایران انجام شده، من دو تاشو عملا شرکت کردم، منتها چون فضا یه طوری بود اینطوری تو ذهن استنباط شده بود استفاده میکردیم از بعضی از پیامک ها. عرضم خدمتتون که گفتید من دو جا خوب احساس میکردم باید بیام، آیا امکان داره دوباره شرکت بکنین آقای دکتر؟ من الان واقعا همه نگرانی همین اقتصاد، امیدوارم این دولت بتونه این کارو بکنه و منم عرض کردم ما منتظر انتخابات نمیمونیم، همین الان هر کمکی بتونیم بکنیم میکنیم.
لذا من امیدوار هستم که انشالله این دولت مسائل اقتصادی رو حل و فصل بکنه. انگیزه اصلی من این بوده در آیندم، این به معنی نیست که من به فرهنگ توجه نمی کنم، من به فرهنگ توجه دارم، اما الان اقتصاد در حقیقت هم به فرهنگ، هم به امنیت، هم به سیاست، به همه چیز الان ارتباط پیدا کرد. ضمن این که شیوه حل مسائل اقتصادی از طریق فرهنگه. بالاخره ما میگیم جهاد اقتصادی باید صورت بگیره. خب جهاد اقتصادی یعنی یه کار فرهنگی دیگه. درسته موضوعش اقتصاده، اما طریقتش میتونه فرهنگی باشه. بنابراین ما امیدواریم که انشالله دولت مسائل حل و فصل کنه. بهترین جایی که فکر میکنید میشه از حضور شما، از تجربه شما، از علم شما، از توانایی شما استفاده بشه کجاست؟ هدف من این بود که ریاست جمهوری رو که به دست میارم عملا یه قرارگاه بزرگی رو در کشور با کمک این اختیارات درست کنم و رو مسائل اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، تولید، اشتغال، صادرات، واردات، فعالیت‌های عمرانی. هنوز هم معتقدم که اگه بتونیم با این دولت به نتیجه‌ای برسیم که یک تیم اقتصادی قوی به وجود بیاد که هدفشو بذاره مسائل اقتصادی، این میتونه یکی از اون در حقیقت مکانهایی باشه که من انرژی و توان خودم در اختیار مردم قرار بدم. تو این زمینه پیشنهادی بهتون شده از دولت 11؟ غیر مستقیم چرا صحبتهایی شده، ولی هنوز بحث جدی بین من و آقای دکتر روحانی صورت نگرفته. اگه بشه میپذیرید؟ من حتما کمک میکنم. شرط و شروط خاصی هم دارید یا نه؟ شرط و شروطی من جز این که بتونم خدمت مؤثری بکنم ندارم. یعنی شرطش اینه که تشریفاتی و ظاهری نباشه، چون ما دنبال این هستیم که خدمت مؤثری انجام بدیم. شما تو این دوره به صورت مستقل شرکت کردید توی انتخابات، آیا مستقل بودن واقعا مشی واقعی شماست یا بنا به مصالحی اینجور خودتون رو معرفی کردید؟ نه اصولا، خب من در حقیقت از سال 1350 تا 59 به مدت 9 سال تشکیلات سیاسی داشتیم به اسم جمعیت منصور. که نه با نهضت آزادی رفتیم ما، نه با منافقین و مجاهدین خلق نرفتیم، با انجمن حجتی هم نرفتیم. مطالعه میکردن در 7 استان 17 شهرستان هم ما فعالیت میکردیم. مسیرمون هم آرام آرام اومد به سمت امام. اون روز اول که شروع کردیم ما خیلی امامو نمیشناختیم، اما در اثر اون هدایت‌های الهی ما اومدیم سمت روحانیت و امام و به مسیر انقلاب پیوستیم. بنابراین اگر اصولگرایی این باشه که ما خودمونو از همه اصولگراتر و مقدمتر میدونیم، جلوتر از دیگران بودیم، منتها اصولگرایی و اصلاح طلبی که بعد از جنگ مخصوصا، یعنی بعد از اینکه جنگ تمام شد این دوتا جبهه شکل گرفت، چون این دوتا جبهه در مسئله بنی صدر با هم بودن دیگه. یعنی ما یک روحانیت مبارزی داشتیم که ریشه اصولگرایی و اصلاح طلبی است که اینا با هم بودن، یه طرف بنی صدر بود، یه طرف روحانیت مبارز بود. بعد روحانیت مبارز شد اصولگرا و اصلاح طلب، روحانیت و روحانیون. روحانیون یتویونی که آره، و از دل اونا اصولگرا و اصلاح طلب در حقیقت به وجود اومد. ما همون جریان مستقل با ویژگی های ارزش های انقلاب بودیم، ولی همیشه محور ما ولایت بود. یعنی زمان امام من جزء دو سه نفر نزدیک امام بودم که مخصوصا در جنگ حضور من حضور فعالی بود و مرتب خدمت امام بودم. بعد از امام هم با مقام معظم رهبری بودم و سابقه من هم با ایشون خب سابقه خیلی طولانی است. این از همون اول انقلاب ما با رهبر انقلاب بودیم، الان هم هستیم. لذا این باعث شده که نوع استقلال در من شکل بگیره. این معنی نیست که اگر زمینه ائتلاف رو ما میدیدیم ائتلاف نکنیم، این به معنی نبود. این زمینه متاسفانه فراهم نشد و در دوره های گذشته دیگه من یه طرفه میرفتم کنار دیگه. این دفعه دیگه دیدم نه، باید ما محکم تو صحنه باشیم
تکلیف الهیمون رو انجام بدیم. آقای دکتر، گروهی میگه معتقدن نامزدی برخی به صورت مستقل به معنای فرار مسئولیت از در واقع فرار مسئولیت پذیری در یکی از این طیف هاست. آیا اینجوریه؟ نه، بیشتر بحث اینه که ما بتونیم با تعهدات بیشتری که به مردم و نظام میدیم کار بکنیم. یعنی دلیلش هم پیشنهادی بود که من دادم. من پیشنهادم چی بود؟ من گفتم که آقا بیاید یه جلسه 400 نفری از نخبگان تشکیل بشه، ما که میخواییم ائتلاف کنیم بریم تو اون جلسه ببینیم نخبگان کشور در مورد ما چه قضاوتی میکنن، از ما سوال میکنن کشور چطور میخواید اداره کنید، برنامه هاتون چیه. بعد هرچی اون 400 نفر قضاوت کردن بقیه تبعیت بکنیم. حسنش این خواهد بود که چون کارشناسن اینا، سوالات و پاسخهایی که داده میشه در یک عرصه عقلانی به قضاوت نشسته میشه و نتیجه اون به نفع مردمه، به نفع نظام. این پیشنهاد کی داده بودیم؟ اینو من حدود بهمن ما داده بودم. چقدر اون وقت در بین دوستان و همفکرانتون پذیرفته شد؟ خب نپذیرفتن متاسفانه. من حتی تعیین کردم، گفتم 100 تا از نمایندگان مجلس باشه، 100 تا از اساتید دانشگاه باشه، 100 تا از اساتید حوزه باشه، 100 تا هم از کارشناسانی که در این 3-4 تا دولت کار کردن. حتی حدودی رو هم تعیین کردیم. البته میتونست با یه مشاورتی این یه مقدار کم و زیاد هم بشه، ولی خب پاسخ مثبتی دوستان به من ندادن. آقای دکتر رضایی، بعد از 40 سال مبارزه با طاغوت و رژیم پهلوی و بعدش هم حضور تو عرصه‌های مختلف انقلاب و نظام اسلامی، الان کشور و انقلاب رو تو چه مرحله و جایگاهی میبینه؟ من کشور رو در آستانه یک خیزش خیلی بلند میبینم. یعنی الان کشور ما ضرورت داره که یک خیز بسیار بلندی برداره که هم عقب ماندگی ها رو جبران کنه، هم برخی از این برنامه ریزی هایی که علیه ما شده اینا رو دور خورده بشن و ما بتونیم با قدرت عبور کنیم. یه انرژی فوق‌العاده‌ای رو ما با تو جامعه الان آزاد کنیم. این انرژی جدید رو ما باید از طریق یک جنبش، یک نهضت عمل بکنیم. با دولت تنها مسئله حل نمیشه. الان ما برای اینکه یه چنین جهشی انجام بدیم یه سری موانع داریم. فرهنگ ما الان خودش یک مانع است، مثل فرهنگ مصرفی. ما الان فرهنگ جامعه ما تولیدی نیست. وضعیت اندیشه های سیاسی که در کشور ما هست بیشتر شکل گرفته دهه اول انقلاب هست. این اندیشه های سیاسی خودش یه مانعی برای این خیزش هست. ما نیاز به یک اصولگرایی جدید داریم، نیاز به اصلاح طلبی جدید داریم. اصولگرایی جدید باید از یه طرف به مقاومت معتقد باشه، به ایستادگی معتقد باشه، ولی از یه طرف هم باید به پیشروی فرهنگی اقتصادی معتقد باشه. صرف اندیشه مقاومت به تنهایی نمیتونه ما رو جهش بده، اون خیز بلند نمیتونه در ما در حقیقت به وجود بیاره. بعضی از آقایونی که میان میخوان به گذشته تنه بزنن که یه تغییر بدن، این کاملا عبثه. برای اینکه اون چیزی که ما به دست آوردیم این میراث ماست. اون چیزی که میخوایم تغییر بدیم باید مکمل این باشه، در تقابل با این نباشه. خب این خیزش نیاز به یک جنبش داره، نیاز به یک نهضت داره. منتها ماهیت این نهضت رو من اجتماعی میبینم. یه ذره برگرده مرتبه، شما خیلی گفتنی زیاد دارید. حالا ما از حال شروع کردیم و چون بالاخره انتخابات بود و اینها، حرفای خیلی خوب برای من که قابل استفاده بود، حتما برای بیننده منم قابل استفاده بود. حالا برگرده میذاره عقب، چون از قبل ها هم حرفای زیادی برای گفتن دارید. از شما به عنوان یکی از مؤسسان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نام برده میشه، 3 ماه شما اونجا عضو بودید، چطور شد اصلا وارد چنین کاری شدید و ورود کردید به این گروه و این سازمان؟ قبلا 58 بود اگه اشتباه نکنم. بله 58 بود. تقریبا حدودای 17 18 بهمن ما بود در خیابون ایران، در محلی که امام مستقر شده بود. من و شهید بروجردی جزء حلقه اول حفاظت امام بودیم. ایشون از گروه صف بود، من از گروه منصورون بودیم. من با محمد صحبت کردم، گفتم که من به ذهنم میاد دیر یا زود مجاهدین خلق در مقابل انقلاب میایستن. 58 شما گفتید؟ 57. 57. آره آره، مثلا حدود 17 بهمن 57. من اشتباه کردم، 18 بهمن. بهمن 57 در حقیقت. بعد
ایشون گفت چیکار بکنیم؟ گفتم بهترین راهش اینه که ما همه گروه‌های چریکی که پشت سر امام بودن ما همینا رو یکی بکنیم. این حسنش اینه که اگر منافقین خواستن کاری بکنن ما هستیم، اگر احیانا کودتا بخواد بشه مثل سپهبد زاهدی کودتا بشه باز ما هستیم. لذا ما نطفه مجاهدین انقلاب اسلام، به همین دلیل گفتیم مجاهدین انقلاب اسلامی، که اولین اطلاعی رو که ما دادیم مسعود رجوی موضع‌گیری کرد و گفت اینا اسم ما رو دزدیدن. این تو اولین اعلامی مجاهدین خلق شما نگاه کنید اعتراض کردن شما چرا کلمه مجاهدین رو گذاشتید، در حالی که ما بودیم مبارزه میکردیم، اینا که اکثرا زندان افتاده بودن، یعنی مردم ایران هم اونا رو از زندان آوردن بیرون. اینا از سال 52-53 به بعد دیگه کاری نبودن. از 53 تا 57 فقط نیروهای مجاهدی که با امام بودن تو صحنه مبارزه با شاه درگیر بودن دیگه. خب ما اومدیم و این سازمان رو به این نیت رو اندازی کردیم. لذا وقتی حزب جمهوری اسلامی درست شد دوستان ما پیشنهاد کردن شما بیاید بپیوندید، ما گفتیم نمیپیوندیم، ما چون هنوز انقلاب تثبیت نشده، ما زمانی می وارد یک حزب کامل میشیم که انقلاب در حقیقت تثبیت بشه. اما تقریبا اردیبهشت ما بود که شهید مطهری شهید شد. اینجا بود که دیگه من به دوستان گفتم من دیگه نمونم. گفتن کجا میخواید برید؟ گفتم میخوام برم سپاه. گفتن برای چی؟ گفتم باید ما یک اطلاعات درست کنیم، اطلاعات انقلاب که امام حمایت کردن اون. که امام حمایت کردن و در حقیقت ما وقتی کار شروع کردیم دیما دیگه رسیدیم به گروه فرقان که 11 تا خونه تیمیشون رو در حقیقت تو تهران ما شناسایی کردیم و اینا رو گرفتیم، وگرنه تعداد زیادی رو اینا در لیست ترور داشتن. چجوری اون موقع آقای دکتر نیرو جذب می‌کردید؟ چجوری اطمینان می‌کردید؟ سخت بود؟ خیلی سخت فضا. بود. خیلی سخت بود. من تا یک حسنی که داشتیم بود که شناسایی می‌کردیم. مثلا شهید باقری رو که اومدن و جذب شدن، مقام معظم رهبری تو حزب جمهوری ایشون عکاس بود توی روزنامه، بعد آقا اینو به من معرفی کرد، ما مصاحبه که با ایشون کردیم و سوابقش رو گرفتیم و یه تحقیق تو محل انجام دادیم دیگه مطمئن شدیم. چون ما به خاطر اینکه از بس تحت فشار بودیم در رژیم شاه آدم شناسیمون خیلی قوی شده بود، یعنی من با یه نفر که تقریبا یه ساعت صحبت می‌کردم میتونستم بفهمم این تا چه حدودی است. در بیارید که چه جوری؟ اصلا یکی از دلایلی که ما آقا مهدی باکری، احمد کاظمی، حسین خرازی، تمام اینا رو من خودم حکم دادم دیگه، یعنی شناسایی کردیم، حکم فرماندهیشون رو امضا کردیم. و اگه یکی از اینا یه اشتباه میکرد توی عملیات 4-5 هزار نفر اسیر میشد، شما تصور کنید که چه کار سختی میشود، چه آسیبی وارد میشد. خود این مسئله مهمه، یعنی آدم شناسی خیلی به ما کمک کرد، چون ما از بس ضربه خورده بودیم، آدمای نفوذی میومدن ما رو لو میدادن، ما ناچار بودیم خونه های تیمیمون رو عوض کنه، انقدر به ما فشار اومده بود دیگه تو آدم شناسی مهارتمون خیلی رفته بود بالا. بعد ادامه این کار مجاهدین، سازمان مجاهدین انقلاب کجا رسید؟ ما دیگه استعفا دادیم اومدیم بیرون. حتی قبل از اینکه امام بفرماد که افرادی که تو سپاه هستن تو گروه ها نباشن، من 3 ماه قبل از اون اومده بودم بیرون دیگه. اونا اختلافشون افتاد، حرف داشتن رو نماینده امام، اونا میگفتن نماینده امام فقط باید یک ناظر باشه، آقای بهزاد نبوی و دوستانشون میگفتن فقط باید یک ناظر گزارش دهنده باشه. بعضی از دوستان معتقد بودن نه، ناظری که دخالت نکنه که معنا نداره. نماینده امام تو کجا منظورشون؟ تو خود نماینده امام توی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. آقای راستی کاشانی رو امام تعیین کرده بودن. اینا میگفتن بعد از اینجا اختلاف شد و کم کم دیگه منحل شد اون سازمان. آقای رضایی دهه 50 تو 17 سالگی اولین بار توسط سابق دستگیر میشه. اول ما چجوری سن دستگیر شدین 17 سالگی؟ چی شد؟ از کجا دستگیرتون کردن؟ تابستان تمام شده بود، ما اومدیم که در حقیقت کلاس سوم هنرستان رو شروع کنیم. مهر ماه بود، دیدیم چند تا از این لند روورای اون موقع سابق دم در بود، ما رو صدا زدن گفتن بفرمایید، خلاص جای شما خالی بود، بردن اونجا یه فصل کتک زدن. من گفتم به شما نیومده علیه شاه
شش ماه من زندان بودم دیگه. به خاطر چی؟ یعنی علت اصلیش؟ بله، ما گروه سیاسی تشکیل داده بودیم، اطلاعیه پخش میکردیم، جزواتی داشتیم، حتی داشتیم میرفتیم سمت مبارزه مسلحانه، اسلحه داشتیم تهیه میکردیم که علیه رژیم شاه بجنگیم. اینا را کشف کرده بودن، لو رفته بود. پنج ماه هم انفرادی بودید درسته؟ بله بله، با زندان عمومی شش ماه شده. یه دوره خیلی سنگین رو شما تو سپاه داشتید، فرمانده سپاه در 8 سال دفاع مقدس. شاید نخواهید بگین، شاید هم حالا بعداً یه سری چیزها رو بخواهید بگین، اما قطعاً فکر میکنم یه سری ناگفته هایی باقی مونده باشه از اون دوران، از فرماندهی سپاه، امور مربوط به جنگ. حالا میشه یک چیزشو تو شناسنامه بگید؟ اون موقع واقعاً خیلی بر ما سخت میگذشت، چون ما خب یک درگیری مستقیم داشتیم با عراق دیگه، باید با اون میجنگیدیم. از یه طرف هم در بین دوستان سیاسی ما خب اختلاف نظراتی بود، از طرف دیگه داخل خود سپاه هم نمایندگی نظری داشت، حفاظت یه نظری داشت، فرمانده یه نظری داشت، یعنی مشکلات بسیار عدیدهی وجود داشت. علاوه بر همه اینا، چون رزمندگان ما مثل برادران ارتش که نبودن، که داوطلبانه اومده بودن و به تعداد هر نفری سوالات و ابهامات آدم باید میرفت حل و فصل میکرد، یعنی تا فرماندهان قانع نمیشدن که دستور اجرا نمیکردن. درست بود که من از امام بالا سرشون بودم، ولی باید یکی یکی اینا رو قانع میکرد. مثلا آقای حسین خرازی، احمد کاظمی، اینا کسانی نبودن که تا بهشون بگیم اینجا حمله کنید حمله کنن، باید قانع میشدن. لذا قانع کردن خود فرماندهان، اختلافاتی که بین فرماندهی با نمایندگی حفاظت بود، اختلافی که بین فرماندهان با سیاسیون بود، اینا همه پشت جبهه، حالا روبروی جبهه، روبروی جبهه اسم صدام بود، ولی واقعا آمریکایی‌ها حمایت می‌کردن. آخرین عکس‌های ماهواره‌ای رو بینا داده بودن. مثلا عملیات کربلا 4 ما که لو رفت، مال این بود که شفاف‌ترین عکس‌های ماهواره‌ای رو 48 ساعت قبل آمریکایی‌ها داده بودن به صدام. این روی ژنرال عراقی که بعد اومد پناهنده شد با آقای طالبانی در سلیمانیه، آقای نزار فکر می‌کنم، سرلشکر نزار، ایشون اومد گفت که آره 48 ساعت قبل از اینکه شما در کربلا 4 حمله کنید، آمریکایی‌ها آخرین عکس ماهواره‌ای رو به ما دادن و ما تمام مواضع شما را دیدیم، آماده حمله به ما هستید. ولذا صدام حسین دستور داد که ایران داره حمله می‌کنه، برید پای کار، و شما شبی که حمله کردید ما همه آماده بودیم شما می‌خواید حمله بکنید. یعنی روبروی ما هم کسی، یه دنیا بود دیگه، در یه دنیا قرار داشت. لذا واقعا اداره جنگ و فرماندهی در جنگ جز بسیار مسئله سختی بود که تا حالا من هیچگاه به این شفافیت نگفته بودم که در جنگ بر ما از تهران تا بغداد چی گذشتم. حالا دکتر عصبانی هم میشدید بعضن، مثلا حالا یه تشری بزنید به یه بزرگواری که شاید حالا الان دیگه نباشه به خاطر جنگ دیگه، بعد الان مثلا فکر بکنید میگید حتی برای جنگ بود، ولی یه کاش مثلا تشر نمیزدم اینجوری. نه، من خیلی آدم صبوری بودم، خدا یه صبری به من داده بود، تشر نمیزدم. ولی خب موقع عملیات، خب چرا موقع عملیات دیگه دوستان از دست ما در میرفتن که دستورات ما رو کمتر بشنون، ولی فرماندهی کردن با دعوا و تشر کردن خب خیلی فرق داشت. بعد یه چیزی رو اشاره کردید، ولی نقاط قوت و ضعف ما رو اگه بخواید تو جنگ خلاصه بار و محور بار بگید چیا میتونه باشه؟ بعد نقاط قوت و ضعفی که مربوط به مدیریت اداره جنگ باشه. به حال مهمترین مشکلی که ما داشتیم این بود که چون مسئله جنگ مسئله تخصصی بود، دیر تفاهم بین تصمیم گیرندگان حاصل می شد. مثلا در یکی از این عملیات ها وقتی ما توضیح دادیم که خب چرا شما میگید مثلا عملیات قادر باید عمل بشه، پاسخ دوستان سیاسی ما این بود که ما میخواییم ببینیم که اصلا کی در جنگ چه کاره است، ما میخواییم توانایی شما رو ارزیابی بکنه. خب 5 سال بعد از جنگ یه چین برداشتی نشانه یه ضعف عمیقی بود در تصمیم گیری.
الان من متاسفانه اقتصاد همین میبینم. مشکلی که ما الان تو اقتصاد داریم اینه که درک درستی از مشکل اقتصاد الان نیست. الان همه فهم میکنن کارهای زیربنایی کردن یعنی اقتصاد. خب ما 100 سال داریم اقتصاد کار میکنیم، 100 سال داریم کارهای زیربنایی انجام میدیم. درست اقتصاد کشور ما هم الان مثل جنگ هست، یعنی تصمیم گیری واحد رو این صورت نمیگیره، اختلاف نظرهای زیادی که هست اینا یه جا جمع بسته نمیشه. لذا ما در ارز مشکل داریم، در مسئله تحریم ها مشکل داریم، در جنگ هم فهم میکنم بزرگترین ضعف ما این بود که نمیتونستیم به یک تفاهم معرفتی و شناختی برسیم. حالا بعضی بحث های سیاسی رو میکشن که اونا، من منکر اونا نیستم، مثلا عقاید مختلف منکر اونا نیستیم، ولی یه بخش مهمش مربوط به درک ناهمگون، درک متفاوت از حادثه جنگ بود. فکر میکنید، حتی سال تکراریه ولی همیشه از شما پرسیده میشه، فکر میکنید اگه زمان به عقب برگرده در مدیریت کلان جنگ، ادامه اون و پذیرش آتش بس الزاماً همون رفتار رو خواهید داشت به عنوان یه عنصر مؤثر؟ ببینید، اگر جنگ، اگه پذیرش آتش بس تا قبل از 598 صورت میگرفت، یه فاجعه ای صورت میگرفت، یعنی بخشی از ایران جدا میشد. یعنی اگر پذیرش آتش بس در سال پنجم ششم صورت میگرفت، اما 598 حسنش این شد که وقتی که ما دیگه 598 رو پذیرفتیم، 598 مرزهای بین الملل رو دیگه تثبیت کرده بود. لذا از صدور 598 به بعد پذیرفتن آتش بس ما رو با یه فاجعه مواجه نمی کرد، اما ما رو به همه آرمان هامون نمی رسند. یعنی باعث می شد که ما از جنگ با یه پیروزی بیاییم بیرون، اما این پیروزی در مقابل شعارهایی که داده بودیم فاصله داشت. بنابراین خود صدور 598 پیروزی خیلی بزرگی بوده، اما این پیروزی در مقابل شعارها و آرمانهایی که ما تو جنگ دادیم فاصله داشت. ضمن این که در شرایطی هم که پذیرفته شد شرایط بسیار بدی بود، یعنی ما در اوج ضعف اینو پذیرفتیم، در حالی که در اوج قدرت صادر شد، اما پذیرش در اوج ضعف بود. اینا باعث شد که یه مقدار ابهاماتی به وجود بیاد که چی شد بالاخره، در حالی که از نظر من ما هم در بعد سیاسی واقعا پیروزیم تو جنگ، هم در بعد نظامی که همه سرزمین‌هامون رو آزاد کردیم و این در 300 سال گذشته این جنگ جزء بی‌نظیرترین جنگ‌های ایران بوده که با موفقیت تونسته بیرون بیاد. آقای دکتر، طبیعیه که تو هر مدیریتی نظرهای مختلف وجود داشته باشه، همون چیزی که خودتون هم اشاره کردید. و گذر زمان نشون میده که حق با کدوم نظر بوده. حالا الان که 25 سال از پایان جنگ می‌گذره، بررسی کردید که مدیریت جنگ در واقع درستیش و درست بودن نظریش ثابت شده یا نه؟ اصلا بررسی ریزی کردید؟ بله، ما الان یک کتابی داریم تدوین میکنیم تحت عنوان مدیریت دفاع مقدس. این مدیریت خوشبختانه الان در بسیاری از آکادمی های دنیا محورهای از این مدیریت الان داره تدریس میشه، در حالی که ما 30 سال پیش که وارد جنگ شدیم هیچ اطلاعی از این تئوری ها نداشتیم. مثلا شما ببینید یه جوان های 18-19 ساله چطور در اثر یه مدیریتی تبدیل به قهرمانان بزرگ میشن. این مدل رو اگر ما میتونستیم بعد از جنگ تو اقتصاد، توی صنعت، تو کشاورزی ادامه بدیم، امروز ایران شاید 40-50 سال جلوتر از امروز بود. حتی تو فرهنگ. تو فرهنگ بله، همینطور. واقعا تو فرهنگ، تو هنر، تو ما نتونستیم اون مدیریتی که از دل یه تجربه سنگین با یه هزینه‌های سنگین به دست اومده بود، این نتونستیم شبیه سازیش کنیم و منتقلش کنیم به حوزه‌های غیر دفاعی. الان بسیاری از پیشرفت‌های دنیا از جنگ جهانی دومه. اکثر پیشرفت‌های آلمان مال تجارب جنگ جهانی دوم. اکثر صنایع آلمان محصول تجارب جنگ جهانی دوم. خود آمریکایی‌ها، همین اینترنت، این اینترنت یک وسیله ارتباطی تو پنتاگون بوده که در حقیقت ارتباطات هم ارز که هر نقطه‌ای که شما هستید به کل میتونید مدیریت و فرماندهی بکنید، و این در اثر این به وجود اومده بود که اگه حمله اتمی به آمریکا میشه
و بعضی از جاها را میزنن، ولو یه نقطه میمونه، چطور از تو همون یه نقطه کل سیستم رو بشه اداره کرد؟ این اصلا شد مبنای اینترنت. اصلا اینترنت اینطور متولد شد، ولی بعد الان اومده کجا؟ در تمام شؤونات زندگی اینترنت استفاده میشه. ما متاسفانه نتونستیم از تجارب دفاع مقدس و مخصوصا مدیریت در اونجا، بعد در حوزه‌های دیگه استفاده کنیم، در حوزه اقتصاد، هنر، فرهنگ نتونستیم استفاده کنیم. به لحاظ مدیریتی که بخوایم مثلا الان بعد از 25 سال ببینید که اونجا تصمیم درستی گرفتید یا نه، یا میشد بهتر تصمیم گرفت، چی تو این زمینه بررسی کردین؟ بله حتما. ما مثلا به ذهنمون اومد مثلا عملیات ورفرج مقدماتی یا عملیات کربلای 4، یعنی اگه دوباره جنگ بشه که انشالله هیچ وقت جنگی اتفاق نیفته، ولی بهترش اینه که بگیم اگر همون جنگ ایران عراق با همون شرایط به وجود بیاد، ما باید روی عملیات مثل ورفرج مقدماتی و کربلای 4 مثلا تجدید نظر بکنه. بنابراین اینطور نیست که ما تو جنگ هیچ اشتباهی نداشتیم و این اشتباهات رو نباید در آینده ما برطرف کنیم. شما بعضن از نحوه اداره پشت جبهه‌ها تو زمان جنگ گلایه‌هایی داشتید و میگفتید که در حالی که ما با تمام هم و غم خودمون تو جبهه‌ها می‌جنگیم و هدفمون مقابله با دشمن خارجی بود، کمکاری بعضی‌ها در پشت جبهه‌ها به ما ضرباتی زد و به ویژه تو زمینه‌های فرهنگی. اگه واقعا هنوزم به همین اعتقادتون هست، میشه این مقدار بیشتر توضیح بدید؟ یعنی ببینید، من معتقد بودم که اگر بتونیم اون چیزی که در جنگ داره تولید میشه این رو به پشت جبهه منتقل کنه. در بعضی جهات شد، مثلا در بودهای فرهنگ عمومی این کار صورت گرفت. مثلا همین عزاداری و روزخونی های از جبهه اومد به عقب جبهه. اما ما فضای کل کشور هم میتونستیم جهادی کنیم. خیلی انگیزه خوبی بود که به مردم بگیم که شما همونطوری که حالا قضا و کمک های مردمی به جبهه میکنید، بیایید تولید رو زیاد کنید. یعنی ما سرمایه گذاری و تولید و اقتصاد و خود اونو میتونستیم به انگیزه جنگ و انگیزه جنگ میتونستیم یه جهاد بزرگ اقتصادی تو کشور درست کنیم. یعنی هر کسی تولیدی بیشتر بکنه، کشاورزی بیشتری داشته باشه، محصولات بیشتری تولید کنه، خود اینو میتونستیم یه فرهنگ جهادی میگه. یعنی فرهنگ جهادی رو از جبهه میتونستیم بیاریم تو اقتصاد و حتی برای تربیت نسل بعدمون. در حالی که همه میگفتن که جنگ تمام میشه که ما بریم سازندگی انجام بدیم، نمیگفتیم که آقا این جنگ خودش یه نعمتی برای اینکه سازندگی رو گسترش بدیم. همه میگفتن که این جنگ کی تمام میشه تا ما بریم در حقیقت کشاورزی کنیم، تا کی کشور رو بسازیم. در حالی که خود جنگ بهترین انگیزه بود که ما اصلا کشور و اقتصاد و صنعت و کشاورزی رو، تولیدات رو، یعنی نیروهای ما یا میرفتن تو جبهه میجنگیدن یا عقب جبهه به یه جهاد بزرگ کشاورزی، به یه جهاد بزرگ صنعتی در حقیقت میتونستن دست بزنن. این تصوری که در رابطه با مفهوم جنگ وجود داشت، این یه نوع دوگانگی بین درون جبهه و پشت جبهه در حقیقت به وجود آورد. البته نمیخوام تو این بخش ناراحتتون بکنم، ولی باید بپرسم، چون به نوعی با این موضوع هم جز شناسنامه شماست و سوابق شما. ولی اتفاقا بعضی از بزرگان ما، یعنی حتی شاید پدر مادر خودم، گفتن تو زمانی که بچه دار نشی نمیفهمی بچه یعنی چه و عشق و علاقه ای که به بچه وجود داره. میخوام این مقدار در مورد احمد آقا، درست میگم اسمشون رو، احمد آقای رضایی برام صحبت بکنید و سختی هایی که قطعا تو این زمینه به شما زیاد گذشت. ببینید، در جبهه تنها فرماندهان نبودن که فداکاری میکردن، میجنگیدن. به نظر من خانواده رزمندگان، حالا ارتش، سپاه، فرق نداره، بسیجی ها، خانواده اونها جهادی که انجام دادن کمتر از همسرانشون نبود، کمتر از شوهراشون نبود، کمتر از فرماندهان نبوده. چرا؟ چون ما بعضا شش ماه به شش ماه نمیتونستیم بیایم خونمون سر بزنه. شما یه زن جوانی رو با 3-4 تا بچه 3 ساله 4 ساله 5 ساله در نظر بگیری که شش ماه به شش ماه شوهرش بهش سر نمیزنه،
بعدم هر روز تو دلهوره به سر ببره که امروز خبر میارن، فردا خبر میارن، مجروح شده، شهید شده. 8 سال شما خودتون جای چین خانواده‌ای بذارید که خودش یک تنه باید بار رو بکشه، که باید یک تنه این بار رو بعد ببره مدرسه، ببره بعد اینا رو عیاب ذهاب بکنه، لباس براشون بخره، غذا براشون درست بکنه. لذا اصلا این بخش از جنگ واقعا فراموش شده. خانواده ها جهادی رو که انجام دادن از نظر من بیشتر از شوهراشون بودن توی جبه های جنگ. خب مثلا آیه بچه 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله انتظار نداره باباش دستشو بگیره ببره پارک، مثلا بره خرید بکنه، مثلا با اینا فاقد بودن. خانواده من یکی از ده ها هزار خانواده است که این مشکلات رو تعمل کرد. مثلا فرض کنیم در عملیات ولفجر ده، عید سال 1366، من که نمیتونستم بیام تهران، خانواده من بلند شدن اومدن در مریوان، در سرواباد، یعنی شهرستان شده سرواباد. منم از خط مقدم تونستم خودم رو به سختی برسونم که یه دو سه روزی پشت خط مقدم پیش بچه هم باشم. این شهرم با خط مقدم حدود 30 کیلومتر بیشتر فاصله نداره. ما تا اومدیم پیش خانواده بچه ها رو دیدیم و کنارشون نشستیم، تمام یه ساعت دو ساعت گذشته بود، یه چای خوردیم باشون، هواپیمای عراقی اومده همونجا رو بمباران کرده. حالا شما ببین چه تصوری داشته باشیم. من از ترس اینکه بچه ها تورشون نشن، ما این ملاقاتمون رو نیمه تمام گذاشتیم. اینا برگشتن. خب در یه چنین شرایطی قاعدتا سختی های خیلی زیادی به زندگی رزمندگان به وجود اومده. حالا اون کسی که مثلا پاش از دست میده، چشماش از دست میده، تازه میاد میفته سر زن و بچهش، بعد اینو چطور نگرد دارن؟ شیمیایی شده درازکش رو تخت، کپسول اکسیژن بغلشه، هر آن این حالت خفگی پیدا میکنه، داد بیداد، همسایه ها بیان برسونن به بیمارستان. یعنی واقعا این فشاری که بر خانواده ها در دفاع مقدس به وجود اومده، من فکر نمی کنم در صدر اسلام اینطوری بود. یعنی در زمان پیامبر خدا هم خانواده های رزمندگان اینقدر آسیبی که در اینجا دیدن ندیدن. خانواده من هم همین بود، خانواده من هم جز همینا بود. لذا این مسائل کاملا روی احمد ما هم اثر داشت دیگه. بارها مثلا به مادرش گفته بود کاش یا بابام شهید میشد، که ما میگفتیم جز شهداست، یا میومد یه بار میرفتیم پارک با هم دیگه. این یه نقطه عاطفی دیگه، این بالاخره هر بچه‌ای دنبال اثر میگذاره دیگه. خود این مسائل بی تأثیر نبوده، منتها مسئله اصلی ما یک جریانی بود که اومد رویشون کار کرد. یک کسی به اسم آقای توانا که جز کلا سبزهای ارتش شاه بوده، یه مدرسه ای رو با ایشون به صورت مدرسه غیر انتفاعی درست میکنن. چون به من گفته بود میخوام کار کنم، گفتم تو شما غیر از تجارت و کارهای اقتصادی دیگه هر کاری میتونی بکنید بکنید. ایشون مشغول شده بود یک مدرسه آموزش گاهی درست کرده بودن. اون از طریق در حقیقت برادر خانمش که در ناسای آمریکا بود، میان زیر پای احمد ما مینشینن و میگن اگه تو بیای آمریکا ما اونجا تحصیلات خوبی بهت میدیم، کارم بهت میدیم. ایشونو میبرن اونجا، بعد که میبرن اونجا میگن تو اگه پناهنده نشی ما نمیتونیم این امکانات بهت بدیم، ضمن این که ما شک داریم شما پسر فلانی هستید، حتما اومدی اینجا میخوای جاسوسی کنی، تنها راش اینه که پناهنده بشی و مصاحبه بکنه، که دو تا مصاحبه از ایشون میگیرن. که بعد ایشون میره مغازه‌ای که یه جفت کفش بخره برای من بفرسته، اف بی آی به شک میکنه و میگه که تو پناهنده هستی یا با پدرت ارتباط داری، که زندانش میکنن، اذیتش میکنن و بعدم اونجا میمونه تا اینکه ما تونستیم یه فرصتی پیدا کنیم ایشونو بیاریم دبی و دیگه در دبی در قد مستقر کنیم. البته از طریق یه عملیاتی میخواستیم این کار انجام بدیم، چون ریسکش خیلی بالا بود اون کار انجام ندادیم، تا بالاخره با کمک خودش ایشون رو آوردیم در دبی مستقر کردیم.
حادثه‌ای که پارسال خیلی عمم ناراحت کرد. بله حادثه هم اینطوری بود که هنوز زوایاش مشخص نشده زوایا. نه یعنی همکاری نمی‌کنن. پلیس امارات همکاری با ما نکرده. بسیاری از تجهیزات ایشون رو مثل موبایل، مثل کامپیوتر رو نمیدن که ما ببینیم آخرین تماس با ایشون چی بوده. خدا رحمتشون بکنه، خدا شما رو حفظ بکنه. سلامت باشید. آقا محسن رضایی درآمدش از کجاست؟ اصل درآمدش؟ از دبیرخانه مجمع است و تدریس دانشگاه. بعد آیا به خاطر مسئولیت‌های مختلفی که داشتین تو نظام الان فعالیت اقتصادی خاصی هم دارید؟ نه من هیچ فعالیتی ندارم. یه جور اشاره کردید که من پولی هم نداشتم برای تبلیغات. میتونم بپرسم برای تبلیغات چقدر خرجتون شده آقای دکتر یا نه؟ هنوز محاسبه نکردیم ولی اون موقعی که شروع کردم من 10 میلیون تومان بیشتر نداشتم پول. 10 میلیون تومان شروع کردم. با 10 میلیون شروع کردم. الان هنوز محاسبه نکردم. بله. ولی این قضیه تبلیغات و خزینه‌های تبلیغاتی هم شفاف بشه خیلی خوبه ها. بله بسیار خوبه. هم شفاف بشه هم این که دقیقاً یک قانون براش نوشته بشه. ما انشالله در سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری دستور داده اینو داریم میاریم، یعنی بندی میاریم شفاف کردن هزینه‌های تبلیغاتی که همه شماره حساب داشته باشن که از کجا بهشون پول میریزن و این پول رفته کجا خرج شده و این رو هم در اختیار مردم قرار بدن. این بسیار میتونه مؤثر باشه. حالا چون شما دبیر مجمع تشخیص هم هستید، من یاد صحبت آقای پور محمدی افتادم، رئیس از اون بازرسی که اومد برنامه ما دیروز امروز فردا، میگفتن که قانون زمان وزارت کشورشون برای قانون جامعه انتخابات ما دادیم که تو اون مشخص شده هزینه های تبلیغات چگونه باید باشه. رفته تو مجمع تشخیص هنوز مونده اینجوریه، یعنی هنوز کارش انجام نشده. نه یه پیشنهادیشون خدمت آقا دادن، آقا اون پیشنهادو به مجمع دادن، گفتن شما اینو بررسی کنید سیاست های کلان رو به ما بدید. ما یه بار این سیاست رفته دوباره برگشته. آه. لذا قرار ما هم این بود که این انتخابات که تمام شد بعد از این انتخابات بشینیم این سیاست ها را دیگه جنبندیش جنبندی کنیم. عرضم حضورتون که آیه دکتر چند سال دیگه آخر بیشتر نمونده، چی شد فعالیت های نظامی رو کنار گذاشتید و آوردید اومدید تو عرصه سیاسی؟ به همون دلیلی که من فعالیت‌های سیاسی رو کنار گذاشتم اومدم وارد نظامی، نظامی رو هم کنار گذاشتم اومدم وارد سیاسی. در حقیقت ما واقعا خودمون رو داشتیم سال 58 برای انتخابات آماده می‌کردیم. حتی ما رفتیم خدمت رهبر انقلاب گفتیم شما بیاید کاندیدای ریاست جمهوری بشید، ما ازتون حمایت می‌کنیم. ایشون فرمودن آقای بهشتی اصل از من، شما برید پیش ایشون. آیت الله خامنه‌ای گفتن. بله سال 58 بعد که ما دیدیم آقای مطهری شهید شده اینا شد، ما لباس سیاست رو در آوردیم اومدیم که اوضاع کشور رو سامان بدیم، یعنی ناامنی ها رو پایان بدیم. وقتی که جنگ تمام شد من دیدم که خطر بعدی تو اقتصاده و لذا بلافاصله که جنگ تمام شده دو تا کار من کردم. یکی قرارگاه سازندگی درست کردیم که این امکانات مهندسی که اضافی بوده برای اینکه از بین نرن تو آفتاب و باد و خاک و اینها، اینا رو گذاشتیم به جاده سازی و اتوبان سازی. خودتون هم همزمان مسئولیتشون رو گرفتین، مسئولیت سپاه داشتیم، مسئولیت قرارگاه سازندگی هم پاشون گرفتیم. و در کنار این رفتم اقتصاد خوندم. چرا؟ برای اینکه من میدونستم ما گردنه بعدی اقتصاد. پس علت اینکه من از نظامی گری اومدم بیرون برای این اومدم که بتونم یه کمکی به اقتصاد کشور بکنم. شما تو زمان جنگ در زمان فرماندهی سپاهتون منتقدینی داشتید، عمده انتقادشون چی بود به شما توی زمان فرماندهی جنگتون و هنوز هم معتقدین که انتقاداتشون وارد نبوده؟ خب اینا دو گروه بودن، یه گروه سیاسی بودن که آقای اکبر گنجی و اینا معورش بودن. برقد اینا فکر میکردن من مثلا با یه گروه خاصی از علمای قوم تماس دارم، بیشتر جنبه سیاسی داشتن با من. بعضی ها نه واقعا اشکالات فنی و عملیاتی داشتن. مثلا تصورشون این بود که ما چرا در بصره می جنگیم، بریم در بغداد به جنگیم. ما یا از بغداد بریم پیشروی کنیم، روبروی بغداد بریم پیشروی کنیم، ما پیروزی های بهتر و بیشتری به دست میاریم. اشکال فنی و عملیاتی داشتن ولی خب کاملا روشن بود. ما با دوستانمون که می نشستیم بحث می کردیم جایی که می تونستیم هم به دست بیاریم هم نگه داریم و هم ارزشمند باشه غیر از مناطق جنوبی عراق جای دیگه برای ما نبود.
سرکوب روی بغداد نه امکاناتشو داشتیم و نه قابل نگهداری بود. سال 89 مصاحبه ای رو انجام دادید با یکی از این خبرگزاری ها، گفتید من نگران آینده انقلاب هستم چون داره سر کله اکبر گنجی های جدیدی پیدا میشه. میشه زد توضیح بیشتر؟ خب همیشه هست دیگه، همیشه در مسیر انقلاب انحرافات هست دیگه. من از سال 1350 که مقایسه میکنم منافقینی که حتی نماز شب میخوندن، بعد چطور جلو امام ایستادن، چطور یعنی پرچم اسلام رو بالا بردن و جلو اسلام ایستادن، همینم الان من در بعضی از افراطی ها میبینم. یعنی حتی ممکنه نیت های پاکی هم داشته باشن. خود آقای اکبر گنجی به من میگفت که شما ضد ولایت فقیه هستید. بعد که امام حکم دادن که همه باید از آقا محسن تبعیت کنن، اولین کسی که تمرد کرد همین آقای اکبر گنجی بود. یا بعضی از آقایون بودن در علم و صنعت میگفتن امام خامنه ای، ولی بعد دیدیم خود اینا جلو نظام ایستادن. بنابراین این واقعیتی است که توصیه من به بچه های انقلاب اینه که افراط و تفریط رو کاملا رعایت کنن. لذا این واقعا مسائل ایدئولوژیک مسائل مهمی هست. خیلی ما استفاده کردیم، خیلی خیلی استفاده کردیم، بزرگواری کردیم. سوال آخرم الان همین الان به ذهنم رسید، صمیمی‌ترین دوستتون، رفیقتون تو مسیر نظام کیه آقای دکتر؟ از گذشته هایی که معلومه، آقا مهدی باکری، همت، حسین خرازی، دقایقی، بقایی. از این مسئولان جدید چطور؟ مسئولین هستن دیگه، حالا مولویت بندی نمی کنید. بعد من در پایان واقعا توصیه‌ام اینه که نیروهای انقلاب به سمت مردم توجه کنن. ما یه دوره جدیدی رو با در انقلاب که محورش مردم، زندگی مردم، مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، مسائل اقتصادی، نه از بعد دنیا گرایی، نه مسائل اقتصادی، از بعد اینی که از دنیا مزرعت الاخرت است. یعنی ما هر کاری اینجا کردیم تو آخرت میتونیم برداشت کنه. حالا از کشاورزی و صنعت که به نیت خیرخواهی و اشتغال باشه، تا کارهای فرهنگی که انجام میدیم فرقی نداره. لذا من تقاضا میکنم از نیروهای انقلاب که به شدت ما امروز به حضور اونا در صحنه نیازمندیم، اینی که به مردم و زندگی مردم، اخلاق، معنویات یه توجهی بکنن، منتها از نه از نوع دوری از سیاست و تقابل با سیاست، نه از نوع همزادی با سیاست. سیاست در ایران به شدت نیازمند توجه به اخلاق و مردمه و زندگی مردمه. این اون نیمه دوم انقلاب رو کامل میکنه. خیلی سپاسگزارم. موفق خیلی بشید. محبت کردید، بزرگواری کردید. از خوبی خودتون آرزوی موفقیت میکنیم. شما به عنوان یکی از زحمتکشان عرصه انقلاب اسلامی همواره بودید. امیدوارم که معید بشید، پیروز باشید. مردم هم دوستتون دارن. همجام که شما گفتین، امیدواریم واقعا همه با هم بتونیم به این مردم خوب که تو همه عرصه ها انشالله همه رو شرمنده میکنن. آره واقعا بتونیم خدمت بکنیم. خیلی لطف کردید. سلامت باشید. سپاسگزارم.